مراسم تودیع بعد از ریاستی 30 ساله امروز مراسم تودیع آقای جاسبی رئیس پیشین دانشگاه آزاد و معرفی آقای دانشجو رئیس جدید این دانشگاه برگزار شد. در این مراسم دستیار ارشد رئیس جمهور، وزیر علوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها حضور داشتند. وزیر علوم دیشب بنا به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رأی اکثریت قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بر اساس نامه رئیس جمهور مبنی بر تفویض در صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به وسیله وزیر علوم، آقای فرهاد دانشجو را برای 4 سال به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد. دوره تقریبا 30 ساله را پشت سر گذاشت و دوران خیلی پرفراز و نشیبی بود. آقای عبدالله جاسبی امروز بعد از 30 سال ریاست دانشگاه آزاد سکان این دانشگاه را به آقای فرهاد دانشجو سپرد. رئیس پیشین دانشگاه آزاد این دانشگاه را بزرگترین و موفقترین مدل اصل 44 و بزرگترین دانشگاه خصوصی جهان خواند. تقریبا نیمی از جمعیت آموزش عالی کشور را در بر میگیره، حدود 1,700,000 نفر، 30,000 عضو هیئت علمی تمام وقت و 30,000 نفر هم پرسنل تمام وقت، حدود 500 واحد و مرکز دانشگاهی در سراسر کشور و چند واحد خارج از کشور. آقای جاسبی به برخی مسائل حاشیه‌ای نیز اشاره کرد. یکی از نکاتی که باز توی همین یکی دو ماه مطرح میکردن اینا و به خصوص این چند روز که آی اینا میخوان مقاومت کنن، میخوان فلان کنن، واقعا جوکه. این نظام به جون ما بسته است. ما هیچ وقت هیچ هزینه ای را به این نظام نه تنها تحمیل نخواهیم کرد، بلکه خودمون حاضریم سینه چاک این نظام در همه میدان ها باشیم. آقای جاسبی این نکته رو هم اضافه کرد که در هر جا باشد به تیم جدید دانشگاه کمک خواهد کرد. بنده اینجا هم نباشم به همه کسانی که اینجا هستن کمک خواهم کرد، البته اگه بخوان. کمک فکری خواهم کرد، کمک مشورتی خواهم کرد. هیچ انتظاری ندارم. بعد از صحبت‌های رئیس سابق دانشگاه آزاد، وزیر علوم نیز از خدمات آقای جاسبی تجلیل کرد. ایشون زحماتی و مبارزاتی که قبل از انقلاب داشتن که حالا بخشیشو خودشون صلاح دونستن گفتن. من با دوستی چندین و چند ساله‌ای که با ایشون داشتم خب بیشتر میدونم، اما ایشون همینقدر بیشتر صلاح ندونستن بگن. و زحماتی که ایشون، خب من میدونم دانشگاه آزاد از یک اتاق شروع شد، با یک برگ کاغذ و از یک اتاق شروع شد و الان شده مجموعی که آموزش عالی کشور بهش افتخار میکنه. سپس آقای فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد نیز از خدمات آقای جاسبی قدردانی کرد. آقای فرهاد دانشجو از ارتقاء کیفی به عنوان محور اصلی برنامه‌های آینده خود در دانشگاه آزاد نام برد. در بُعد آموزش و پژوهش در رشته‌های کارشناسی و پایین‌تر سعی میشه مسیری که طی شده بوده توسعه مناسبی دیده شده تا حالا، سعی میشه که فقط بس ارتقای کیفی رو مد نظر قرار بدیم و توسعه کمی حتی الامکان اجتناب بشه مگر در جاهای ضرور. در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا تحصیلات تکمیلی با توجه به تقاضای بسیار زیادی که جامعه نسبت به اینها داره، سعی میشه هم توسعه کمی صورت بگیره هم ارتقای کیفی. شرط توسعه کمی ارتقای کیفی خواهد بود. شرایط ارتقای کیفی فراهم میشه و در صورت ایجاد شرایط ارتقای کیفی بیشتر توسعه کمی هم صورت میگیره.